حدیث جوان هستم، بازیکن تیم ملی کاراته، 21 سالمه و 15 ساله که رشته ورزشی کاراته رو کار میکنم. 2 تا طلای آسیا، 1 برنز جهانی و 2 تا طلای مسابقات جایزه بزرگ جهانی رو توی رزومه خودم دارم. آماده شروع کنیم حدیث؟ بله. اولین خاطره یا حضور ذهنی که از کودکیت به ذهنت میرسه؟ میتونم بگم اولین سالی بودش که ورزشم رو شروع کردم. اون دورانی که میرفتم باشگاه، اصلا نبایل باشگاه رو دوست نداشتم و همیشه سعی میکردم از کلاس فرار بکنم. اینا قشنگ یادمه. همیشه بیشتر کسی که غیبت داشت توی کلاس من بودم. یعنی ورزش اجباری بود؟ اوایلش میشد گفت آره. اوایلش آره، زیاد علاقه نداشتم. چرا اون وقت خانواده؟ بله، من مامانم معتقد بودش که هم من هم برادرم باید با درسمون یه رشته ورزشی رو همراه با اون ادامه بدیم و برادرم کشتی رو انتخاب کرد و من کاراته. یه خصلت بارز توی بچگی که اصلا شده بود لقبت، با اون صدات میکردن. بچه پر رو. چرا؟ چیکار میکردی که بچه پر رو؟ خیلی آدم شجاع و نترسی بودم و همیشه کارهایی که اکثر بچه‌ها دوست نداشتن انجام بدم، من همیشه داوطلب اون کارا بودم. یه نمونهشو برام تعریف کن. میتونم بگم سال اولی که اعزام مسابقات رفته بودم، توی 8-9 سالگیم بود، همه بچه‌ها خیلی اذیت بودن از دوری خانواده. به هر حال توی سن کودکی ما بودیم. من دقیقا همون بهترین دورانی بودش که داشتم استفاده میکردم و وقتی خانوادم با هم تماس میگرفتم بگم مزاحم نشید، تمرکز من رو به هم نزنید، من مسابقه دارم. میتونم بگم دقیقا از همونجا اولین مربیم متوجه شد که من میتونم این ورزش رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدم. تفریح مورد علاقه تو بچگی چی بود؟ من توی کوچه بازی میکردم. چی بازی؟ با پسر فوتبال. چه پستی؟ بازی میکردیم، ما میریختیم وسط و همینجوری توپ رو بازی میکردیم دیگه. از اون بچه هایی بودی که میخواستی بری تو کوچه بازی کنی برای چرت میذاشتن یا نه؟ سر تو مینداخت و پایین میرفت؟ نه، میومدن زنگ میزدن مامان حدیث هست میشه بیاد پایین؟ بعد میگفتم که سر میدویدم. به هر حال یه سری شرط ها بود، نمیشد بگی مشقاتو بنویسی، درساتو خونده باشی. ولی خب من همیشه واسه اینکه برم کوچه همه اون کارا رو میکردم. چرا کاتا رو انتخاب کردی؟ من اوایل هم کاتا اجرا میکردم هم کمیته. تا توی اولین مسابقه کشوری که رفتم تونستم و اولین حضورم 3 تا مدال طلا بیارم. بعد از اون قرار بودش که ما انتخابی های تیم ملی رو شروع بکنیم که با صلاح دید مربیام تصمیم گرفتن که من توی رشته کاتا ادامه بدم و تا الان هم مثبت ثمر واقع شده. فکر کنم پارسال توی یکی از مسابقات گفتی که دنبال مدال جهانی هم. هنوز سر حرفت هستی؟ کاملا کاملا و مطمئن هستم که لیاقتش رو دارم و برای به دست آوردنش هر کاری میکنم. به نظرت چقدر زمان میبره؟ نمیدونم، شاید 2 سال 3 سال، ولی کاملا مطمئن هستم که توی اون روند و فرایند دارم کارم رو انجام میدم. اگه وارد کاراته و کاتا نمیشدی چه ورزش رو انتخاب میکردی خودت؟ شاید یکم ورزش های آرومتر، مهربونتر، مثل شنا، ژیمناستیک، اینا ترجیحم بودن. شنا و ژیمناستیک کاراته. انتخاب خودت بود این رشته یا نه؟ اینا بله خانواده کاملا. من مامانم خیلی دوست داشت که من ژیمناستیک رو شروع بکنم، ولی از همون اولم من علاقم به کاراته بود. حتی اگه بگی که علاقه کودکی باشه شاید باید میرفتم سمت پاندای کنفوکا، ولی نه، من از همون اول کاراته رو دوست داشتم و مربی من با اولین روزی که منو دید همیشه وقتی صحبت میشد میگفتش که من همون روز اول که حدیث رو دیدم مطمئن بودم که این توی این رشته موفق میشه. تو رشتت لقب خاصی داری؟ مربی رو اسم خاصی گذاشتی یا نه؟ من توی رشتم حدیثم. حدیث میتونم بگم اسم خودم، خودش الان برای خودش یه برندی هست. حدیث چند سال پیش، چون نمیتونم بگم دوران نوجوانی چون سنی نداری الان اشتباه نکنم، تازه وارد دهه
دوم زندگیت شد. بله. درسته. تو دهه اول دوست داشتی چیکاره بشی؟ چی تو ذهنت بود؟ من از همون اوایل چون ورزشمو زود شروع کردم توی سن 6 سالگی، هر کی از من میپرسید که میخوای چیکاره بشی، من همیشه میگفتم قهرمان جهان. همیشه این توی ذهنم بود، توی دیدم بودش. حتی تو همون انشاهای مدرسه که شاید میپرسیدن از همون قراره چیکاره بشی، من همیشه یادم مینوشتم دوست دارم که قهرمان جهان بشم. غیر از ورزش؟ دکتری که نمسلما، چون یکم از خون و چاقو و اینجور چیزا میترسم. ولی شاید رشته‌ای مثل مهندسی. تو دوران کودکی ترسی هم داشتی؟ از حیوانا شاید مار. فقط از حیوانا؟ آره، ترس خاصی که شاید میشه گفتش که شاید ترس از دست دادن عزیزام هم داشتم. مثلا من هر آدمی داره. الان چی؟ تو زندگی که الان داری میبینی، از آینده‌ای که هست، ترس خاصی داری یا نه؟ بله. یک هم با شرایط فعلی میشه گفتش که هر کسی، هر جوونی الان توی سن ما شاید ترس از آینده‌شو داشته باشه. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. راهی هم برای مقابله با این ترس داری؟ بله. چیه؟ مسلما سعی میکنم که هدفمند جلو برم و با شرایط کنار بیام. سعی میکنم که هر چی دارم بهترین استفاده رو با همون چیزی که الان دارم بکنم. اگه یه قدرت ماورایی داشتی، باهاش چی کار میکرد؟ واسه اون قدرت چی بود؟ قدرت ماورایی شب پرواز کردن. علاقه خاصی دارم به پرواز کردن. چرا؟ نمیدونم، کلن اوج و پرواز و اینجور چیزا رو دوست دارم و بچگی هم دوست داشتم. آخرین بار که سوار هواپیما شدی کی بود؟ یک ماه پیش. چه حسی داره؟ و حالا تو که پرواز کردن رو دوست داری، سوار شدن سوار هواپیما چه حسی برات داره؟ یه احساس رهایی خاصی دارم، میدونی؟ یعنی احساس میکنم یه بودی از وجودم فعال میشه تو اون حالت که خیلی کم پیش میاد برام. اولین بارم که سوار شدی یادته؟ آره. همون 8-9 سالگی اون موقع هم همین حس داشتم. همون موقعی که بقیه میترسیدن، من کاملا خوشحال بودم و لذت میبردم. رابطت با غذا چجوریه؟ خوب. شکمو یا نه؟ خوبه. آره، شکمو. چه غذاهایی؟ کلم غذاهای دوست دارم، همه نوعی. یه سری غذاهای خاص، مثل زیاد گوشتی نیستم راستیتش. اگه بخوان اینجوری بپرسین، زیاد طرفدار اهل غذاهای گوشتی نیستم، ولی میخورم کلا. اکثر ورزشکارا میگن ما شکمو رابطمون با غذا خوبه، مشکل کالری رو چیکار میکنید؟ ما میسوزونیم. رشته کاراته مخصوصا خیلی رشته هستش که تحرک زیادی داره و ما واقعا نیازمند این نیرو هستیم. دختر فعالی هستی؟ خلاقی؟ فعالی؟ چجوریه؟ بله، دختر پر انرژی هستم و سعی میکنم که توی هر جایی که هستم بهترین خودم باشم. یعنی اینو از اول یه خصلتی بودش که بچگی داشتم. سعی میکنم تو هر جایی، حالا اگه مدرسه بودم سعی کنم شاگرد مثلا خوبی باشم، شاگرد اول باشم. توی محیط باشگاه هستم، کلا دوست دارم که بهتر باشم. تو ایده پردازی چی؟ بله، مسلما هر ورزشکار حرفه‌ای یکم ایده پردازی و اینجور چیزاش یکم فعالتر از بقیه آدم های معمولیه. برای جذابتن ایده پردازی که تو ذهنت اومده چی بوده؟ خب سکوهای مسابقه هم هستش مسلما، ولی خب آینده هم هست، چیزایی که دوست دارم، کارم شاید میشه گفت. چی دوست داری؟ چه کاری رو دوست داری اصلا؟
در حال حاضر که بیشتر دارم تمرکزم میذارم روی همین هیته قهرمانی، ولی خب به بعد از قهرمانیم هم که فکر میکنم احتمال میدم که یا مربی خوبی بشم یا بخوام درسم رو ادامه بدم. برای درسم هم توی همون راسته ورزشمه، در اصل فکر کنم مربی خوبی بشم. به غیر از ورزش به کسب و کار دیگه ای فکر کردی اصلا برای آینده؟ الان که توی دهه دوم زندگیم هم چرا، خیلی دارم بیشتر بهش فکر میکنم. تا قبل این زیاد متوجهش نبودم، ولی الان نه، الان یکم دارم بیشتر فکر میکنم، دارم سعی میکنم که کسب و کارها رو یکم آنالیز بکنم ببینم که چی بیشتر به روحیاتم میخوره. تا الان کدوم جذاب بوده برات؟ راستیتش تا الان چیزی خاصی رو نتونستم کسب بکنم. نه تا الان میگم یکم سراغ ارزهای دیجیتال و اینجور چیزا رفتم. تا الان دارم فقط سعی میکنم که بخوام ایده بگیرم از بقیه. دخترای جوون و مخصوصا ورزشکارا تو این دو سه سالی که اینستاگرام اومده بالا خیلی سمت اینفلوئنسر رفتن و مدل شدن، تو این سمت رفتی یا نه؟ نه راستش زیاد نه، خیلی میتونستم بهتر باشم اگه بخوام باشم، ولی همیشه سعی کردم که اون حرفه‌ای بودن رو نگه دارم. راستیتش اون راستای ورزش حرفه‌ایمو، بود حرفه‌ای اینجور چیزا رو داره ولی نه به این غلظت. دوست نداشتی اصلا وارد این حرفه بشی یا نه فکر کردی بهت میتونه ضرری بزنه یا از ورزشت بنزتت یا اصلا به چشم یه ورزشکار دیده نشی؟ دوتاش. نه زیاد علاقه ای داشتم راستیتش، و میشه گفتش که چون بعضی از این اشخاص رو از نزدیک دیده بودم و میدیدم که چقدر تفاوت دارن با دنیای واقعیشون، راستش ترجیحم این نبود، ترجیح میدادم که خودش باشم، خود حدیث باشم. اگه ازت بپرسن یه خاطره خنده دار از خودت تعریف کنی یا اصلا بگیم سوتی، چی تعریف میکنی؟ من آدمیم که سوتی زیاد میدم اگه راستش رو بخوام، ولی چیزی که الان بخوام بگم مثل چیز خاصی آدم نمیم، ولی میدونم که آدمی نیستم که بخوام زیاد آدم خشکی باشم، بخوام همه جا خودم خوب نشون بدم، اونجوری نه، آدم شوخی هستم که مسلماً سوتیه زیادی هم داده دیگه. بعد از دوستان بپرسیم، از آدم های نزدیک هم بپرسیم. این باشه تا برسیم به دوستان. بله. اهل پسندازم بودی تو بچگی؟ نه زیاد. چیکار میکردی با پولی که جمع میشد؟ با پولام که جمع میشد خوراکی میخریدم، غذا. نه زیاد اهل پسنداز نبودم. الان چی؟ الان دارم سعی میکنم که باشم. یکی از عادتهایی که دارم تغییرش میدم. یه سوال شاید عجیب و یکم خصوصی، بیشترین پولی که تو حسابت بوده چقدر بوده؟ بیشترین پول شاید 70 تومن 80 تومن. آره. باش چیکار کردی؟ باش هیچی، گذاشتیم برای مسابقات، اعزام مسابقات. پس خرج ورزش چی؟ کمتری مقدار؟ یا 10 تومن 20 تومن بوده. الان منبعی درآمدی به غیر از ورزشت که نداری؟ اصلا من درآمدی داری از ورزشت؟ خیلی. این یکی از دغدغه های بزرگ ورزشکار ما هستش، مخصوصا توی سن ما، چون من الان دانشجو هستم و ورزش حرفه‌ای هم دارم ادامه میدم و واقعا همین دوتا رو هندل کردم برام یکم سخته، و یکی از چیزهایی که ما الان نیاز داریم میشه گفتش که شاید منبع درآمد یا اسپانسرهایی هستش که حداقل دغدغه های روزمره یا حتی میشه گفتش که ورزشی ما رو کم بکنن، مثل هزینه های بشکا، مکمل، غذا، مربی. میدونید که ورزشکار بی هزینه نمیشه. دقیقا. پس این هزینه رو الان در حالات پس خانواده داره همه رو؟ بله کاملا، از اول هم خانواده بوده. اسپانسری برات نیومده بعد از قهرمانی که اتفاق افتاد؟ نه راستش اسپانسری نبوده، چون بیشتر اسپانسرها دنبال دیده شدنه و مسلما حقشون همینه و ناخودآگاه کشیده میشن سمت همون اینفلوئنسرایی که شما گفتین، دقیقا میرن سمت همونا.
تا سال آخرام یه ذره عجیب غریب بپرسیم، وقتی گشنت میشه اخلاق چجوری میشه؟ سعی میکنن که نزدیکم نشن و تو سریع‌ترین وقت منو سیر کنن. خودت اهل آشپزی هم هستی؟ بله، گشنم بشه بله. فقط برای خودت؟ بله. اولین باری که این کارو کردی؟ من بچگی، حالا یه خاطرم بگم اینجا، من یه روزی قرار بودش برم مدرسه و ظهری بودم و مامانم رفته بود بیرون و متاسفانه دیر اومده بود برای غذا و من تماس گرفته بودم با همه خانواده که تو رو خدا من چجوری غذا رو درست بکنم. بعد یکی بهم میگفت اینجوری کن، برنج اونجوری کن، خورشت اینجوری کن. میشه گفت اولین بار همونجا بود که من دست به آشپزی زدم. در حال حاضر کاری هست که خیلی دوست داشته باشی انجام بدی و احساس کنی نمیتونی؟ یکم همون دغدغه شغلی. راستش دوست دارم برم سراغ یه ورزش که الان هستم، دوست دارم برم سراغ یه هیته دیگه، یه هیته برای کسب و کار، برای منبع درآمد، ولی چون یکم زمانم محدوده و تمرینای خودم هستش و حالا مسئله دانشگاه، دوست دارم برم سمتش و متاسفانه وقتم کمه. همیشه دوست داری توی یخچال چه ماده غذایی باشه و اگه نباشه اعصابت خورد میشه؟ میوه و سالاد، کاهو، خیار، گوجه. من خیلی سالادیم. میوه محبوب؟ من موز و خیار. نوشیدنی محبوب؟ آب. من خیلی آب میخورم. رابطت با نوشابه چجوری؟ نه، نیستم اصلا. نه. تا حالا خودتو گوگل سرچ کردی؟ بله. اولین بار کی بود و چرا؟ اولین بار بعد از بکنم همون اولین اعزامی بودش که رفته بودیم و به ما خبر داده بودن که اسامیتون روی سایت ها رفته و من همونجا برادرم برام سرچ کرد و خیلی خودم خوشحال شدم و اون موقع زیاد نمیتونستم بخونم دیگه، در حد همون دونه دونه کلمه، بعد برام میخوندن که چه چیزای قشنگی برام نوشته بودن، خیلی خوشحال میشدم. خانواده هم خیلی خیلی جذاب بود، برای همه همون جذاب بود. جذاب ترین تیتری که برات زدن؟ حدیث جمال، پدیده تاتمی ترکیه. آخرین باری که خودت سرچ کردی خودت تو گوگل؟ میتونم بگم همین دیروز برای سرچ رنکینگ مسابقات جهانی. چندم؟ من الان توی مسابقات بزرگ سالان رنکینگ 50 دارم. رنکینگ 50؟ 50 بزرگ سالان جهان. بله، من 5 سال رنکینگ 1 جهانی رو دارم توی رده‌های خودم از جوانان تا امید و الان سال اولی هستش که وارد رده بزرگسالان شدم. سخت‌ترین مشکلات و سخت‌ترین مسیری که توی این ورزش داشتی تو چند سالگیت بود و کجا حسش کردی و چی بوده؟ ورزش رزمی کلن یکم سختی خاص خودشو داره دیگه، به هر حال با ورزش‌های دیگه یکم متفاوته. دنیای رزمی کلن یه دنیاییه که فرق میکنه با بقیه ورزش ها. من توی هر دوره ورزشیم سختی خاص خودش رو گذروندم، یعنی میتونم بگم تو همون بچگی یه سری مشکل ها، الان که بزرگ شدم به این سطح رسیدم یه سری مشکل ها. در حال حاضر بزرگترین سختی که داشتم میتونم بگم خیلی اذیتم کرد تأمین هزینه برای مسابقاتم بود. یکی از سخت ترین مشکل هایی بودش که من 4 شنبه مسابقه داشتم و جمعه حتی هنوز بلیت مسابقه را نداشتم برای رفتن به اونجا. چجوری بلیتو اوکی کردی؟ با رایزنی ها با تونستم که حالا از مسئولین شهرمون، شهرستانمون بخوام کمک بگیرم. یکی از سخت‌ترین مسابقه بود که من کاملا قطع امید بودم و روز آخری که رفته بودم تمرین بکنم همه بهم میگفتن حدیثو واقعا دیوونه ای که الان اومدی برای مسابقه تمرین بکنی. بخوای منطقش رو حساب کنی تا هنوز بلیت و مسابقه رو هم نداریم، ولی من رفتم و تمرین کردم و تونستم خدا رو شکر برای فردا بلیت رو رزرو بکنم. تا حالا به ذهنت خطور کرده که کلن ورزشت رو عوض کنی یا کلن دیگه ورزش نکنی؟ خیلی خیلی خیلی، ولی هر بار آدم های خوبی سر راه هم قرار می گرفتن، خدا رو شکر واقعا میتونم بگم و میتونم سختی هایی که کشیدم، روزایی که خودم مرور میکردم، برمیگشتم به عقب، مدالا، حکما، خاطراتم رو که مرور میکردم باعث میشد که دوباره برگردم به مسیرم. ولی هر ورزشکار حرفه‌ای اگه بگه اینجوری نبوده دروغ گفته میتونم بگم.
و سوال آخر، بزرگترین هدفت برای آینده؟ ورزشی؟ هم ورزشی و هم غیر ورزش. ورزشیم که دوست دارم دوره قهرمانیمو به بهترین شکل بگذرونم، یعنی بهترین استفاده رو ببرم. بعد از اونم که مسلماً توی هیته کاری دوستم تحصیلاتم تموم بشه و با توجه به تحصیلاتم شروع به فعالیت های ورزشی بکنم، شاید کمک به ورزشکارهای دیگه. حالت جان خیلی خوشحال شدم که این گفتگو رو باهات کردم. یکی از استعدادهای ایرانی و به زودی به اون چیزی که می‌خوای میرسی. امیدوارم که روی سکوی جهانی ببینیمت و به آرزوهات برسی. مرسی ازت. متشکرم از شما.